مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا فشار مداوم بر ایران در یک سال گذشته برای توقف حمایت تهران از تروریسم را از دستاوردهای وزارت خارجه ایالات متحده دانست. مایک پامپو در پیامی به مناسبت سالگرد تأسیس وزارت خارجه آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی به منظور توقف فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه را از جمله اقدام‌های عنوان کرد که وزارت خارجه ایالات متحده در یک سال گذشته به طور مداوم انجام داده است. وزارت خارجه آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی را نیز برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران آغاز کرده است که بر پایه توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان تا 18 اکتبر به پایان خواهد رسید. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در یک کنفرانس خبری مجازی گفت هیچ کشوری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران حمایت نمی‌کند و هیچ یک از کشورهای جهان نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. آقای هوک پیشتر تاکید کرده بود عدم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل توسط شورای امنیت دست ایران را برای انجام معاملات تسلیحاتی باز خواهد گذاشت که قطعاً سبب تشدید درگیری‌های منطقه‌ای از جمله در یمن و سوریه خواهد شد.